پایان جنگ جهانی دوم، ژاپن تسلیم شده و به اشغال نیروهای متفقین درآمده. اکنون با امپراتور ژاپن چه باید کرد؟ آیا باید او را همانطور که بسیاری مایلند به اتهام جنایات جنگی دادگاهی و اعدام کرد؟ پرسشی تاریخی و وظیفه خطیر که به عهده ژنرال داگلاس مک آرتور، یکی از برجسته ترین افسران ارتش آمریکا نهاده شده و دستمایه فیلم تاریخی امپراتور. تومی لی جونز که نقش او را بازی می کند می گوید درک او از شرایط آن زمان قابل احترام است. اینکه آیا بهتر بود منطقه پس از جنگ به سوی دموکراسی و صنعتی شدن می رفت یا اینکه تبدیل به مکانی مملو از مغلوبان ابدی و دشمنان همیشگی می شد. Dead enemy. If they don't know they're licked by now, they will get the picture. اگر او فرمان اعدام امپراتور را صادر کرده بود، جامعه ژاپن نابود می‌شد. جنگ همچنان ادامه می‌یافت و ایالات متحده آمریکا هرگز قادر نمی‌بود که از سان فرانسیسکو بر این کشور نظارت کند. Conclusion of my investigation, sir. What investigation? This is just your opinion, fellas. I don't see any evidence. I have no concrete evidence, sir. But it is what we must do. Based on what? Your vote of confidence? Based on the fact that we're here to rebuild Japan. And we will never... I am about to make the biggest decision of the occupation, which will determine the future of Japan and all I have. ماتیو فاکس که نقش برنر فلرز از افسران نزدیک مکارتور را ایفا می کند، بر این باور است که نقش امپراتور در جامعه ژاپن آن سالها برای غربی‌ها به درستی قابل درک نبوده، حتی برای فلرز که آن مردم را بهتر از بسیاری از آمریکایی‌ها می‌شناخته. درک احساسات آنها نسبت به امپراتور همچنان ناممکن بوده. فیلم امپراتور سپتامبر گذشته در فستیوال فیلم تورنتو به نمایش درآمد و تابستان امسال نیز در ژاپن اکران خواهد شد. I've never met an emperor before, much less a god. What the hell do you say to a god?